به نام خداوند جان و خرد سلام عرض بکنم خدمت دوستان و عزیزان. جلسه 16 و به احتمال قریب به یقین آخر از سلسله جلسات فلسفه نیکه رو آغاز میکنیم. من نوبت قبل وعده کردم که افزون بر این نوبت که جلسه 16 باشد، کلاس ما شاید تا 18 جلسه به درازا بیانجامد، اما حقیقتش به سبب اینکه برنامه دیگری از هفته بعد در بنیاد سهروردی و یکی از مؤسسات مربوطه داریم و همین که حجم مطالبی که یادداشت کرده ام در حدی است که امیدوارم بتونم اونها رو طی بحث امروز که شاید تلفیقی از دو جلسه باشه عرضه بکنم، امروز رو انشالله جلسه آخر قرار می دهیم و 16 و جلسه 17 رو با یکدیگر برگزار می کنیم و این سلسله بحث های درازاهنگ رو به پایان می بریم. قراره که همونطور که تا کنون آورده ام، من در این نوبت آخر ملاحظات خود هم در باب فلسفه اخلاق نیچه رو با عزیزان در میان گذارم. همچنین بنا دارم آنچه که نوبت قبل ناظر به دو تلقی از نیچه توضیح دادم و از زبان یالوم و همچنین برخی دیگر از نیچه پژوهان دو ورژن از نیچه رو بست دادم رو جمع‌بندی کنم و داوری خیش رو در این باب هم عرضه نمایم. آنچه که امروز من بهش خواهم پرداخت ابتداعاً تکمله بحث نوبت قبل است راجع به مقوله پارسایی و زهد به روایت نیچه که در فصل سوم کتاب به بحث گذاشته شده، و بعد ملاحظات خود رو و بازخوانی انتقادی نظامی اخلاق نظام ببخشید اخلاقی نیچه رو در دستور کار قرار خواهم داد. اما اجازه بدید پیش از این که برم به سروقت مقوله پارسایی و زهد به روایت نیچه، ناظر به بحث از بیابان که هفته قبل عرضه شد، نکات تکمیلی رو ذکر بکنم. یکی از دوستان فاضل نادیده از داخل کشور برای من برخی از صفحات کتاب قرمز یونگ رو زحمت کشیده اند، فرستاده اند و برای من نوشته اند که فلانی، شما که در باب مقوله بیابان به روایت نیچه سخن گفتی و یادی از ستهری کردی و توضیح دادی که به چه معنا مقوله بیابان و انس با این پدیده طبیعی به نزد این دو برجسته بوده، در پاره از رؤیاهای یونگ هم چنان که خود او نوشته نماد بیابان جای بلد و برجسته ای داشته است. من خودم این اثر یونگ رو نخوندم و میدانستم و در متونی که دیده ایم اشارتی به کتاب قرمز یونگ رفته بود، اما ندیدم و تنها همین چند صفحه که دوستمان فرستاده است رو خواندم. شأن نزول کتاب قرمز هم چنان که متوجه شدم از این قرار است که این کتاب متضمن دست‌نوشته های منتشر نشده یونگ بوده است که در کتابی قرمز رنگ اینها رو یادداشت کرده و پس از وفات او منتشر شده است، مثل کتاب آبی که کتاب مشهور ویتگنشتاین است، یا کتاب آبی و قهوه‌ای Blue and Brown Book که هم به صورت مستقل و هم به صورت ترکیبی منتشر شده است و از آثار مهمی است برای فهم فلسفه متأخر ویتگنشتاین یا به تعبیر دقیق‌تر دوران گذار. باری من یادم است که اولین بار وقتی این کتاب رو در دوران دانشجویی در انگلستان می‌خواندیم
بدون اینکه شأن نزولش رو بدانم فکر میکردم چرا این کتاب اسمش آبیه یا آبی و قهوه‌ایه. میگفتم شاید راجع به این دو رنگ یا این دو مفهوم خیلی ویتگنشتاین توضیح داده. بعد دریافتم که نه، شأن نزول همینه که در یادداشت‌ها در کتابی آبی رنگ و قهوه‌ای رنگ جمع آوری شده و پس از وفات او البته منتشر شده است. این همین هم راجع به یونگ و نسبت او با کتابی که پس از وفات او منتشر شده است. خب اجازه بدید من بحث از بیابان رو نه به طور کامل که نوبت پیشین به تفصیل درباره‌اش سخن گفتم، اما اشارتی بکنم به تلقی نیچه از این مفهوم و بعد برم و پاره از نوشته های یونگ در این باب رو بخوانم. از این جهت برای من جالب بود، حالا این احتیاج به تتبعات تاریخی هم داره اما با صدای بلند دارم اکنون فکر میکنم، خب یونگ شاگرد فروید بوده چنان که افتد و دانید و از روانکاوان برجسته قرن بیستم است. شاید این رو به مثابه گمانه‌زنی عرض میکنم، شاید مفهومی چون اندیویدویشن که از مفاهیم محوری در روانکاوی یونگه بی نسبت با مفهوم ابرمرد نیچه نباشه، دست کم با اون روایتی از ابرمرد نیچه که همانطور که امروز خواهیم دید در مقام تکمله بحث نوبت پیشین روایت یالومیه، یعنی نوعی سلف اکچوالیزیشن یا نوعی خود رو به منصه ظهور رساندن در آن محوریت داره و سبقه های اندیویدوالیستیک و فردگرایانه پررنگی داره. شاید از این حیث یونگ تحت تأثیر نیچه بوده است، به احتمال قریب به یقین خونده آثار نیچه رو همونطور که فروید خوانده بود و شاگرد فروید بود و البته شاگرد ناخلفی که عرض می شود که از او از جایی به بعد فاصله گرفت و هیچ از این کار هم خرسند و خوشنود نبود جناب فروید. باری با این توضیح قصه بیابان رو بخوانیم و بریم به سر وقت یونگ. شاید این بحث‌های نیچه راجع به بیابان رو هم خوانده باشه، اینا دیگه از جنس گمانه‌زنیه، اما به هر حال ایده محوری او من بعدن که دوباره تأمل می‌کردم بی نسبت از سخنان نیچه و این ایده ها قاعدتا نبوده، خصوصا در قرن بیستم که به هر حال نیچه برهه‌ای نقل محافل و نقل مجالس بود و ایده های او پخش بوده در فضای روشن فکری و اندیشگی اروپا و قاعدتا یونگ هوشمند و فوق‌العاده وقاد یعنی ذهن وقاد هم بی اطلاع از این امر نبوده. راجع به بیابان نوبت پیشین هم اشاره کردم، نوعی استقلال در کرکتر و شخصیت، نوعی تنهایی معنوی، نوعی قدرت ذهنی و درونی رو گویی نیچه میبینه و در آن ریخته است، نوعی غروری که از جنس غرور آدمی است که ابر انسانه و جالب تعبیر معنویت رو هم نیچه برای این به کار میبره. من حالا یادداشت کردم امروز برسیم بهش. نیچه از یه معنویت زمینی گویی سخن میگه، خود مفهوم پارسایی رو هم به کار برده است، یه جور معنویتی که البته بریده از آسمانه به تعبیری، در این حال نوعی واکنش نسبت به نایلیزم قرن بیستومی است، قرن نوزدهمی است ببخشید، که باهاش نیچه مواجه بوده و از همین منظر هم با مدرنیزاسیون در پیچیده بود و فکر میکرد این نایلیزم، این نیست انگاری دست بالا رو پیدا کرده است و معنویتی که ازش سخن میگفت که معطوف بود به خیشتن رو به منصه ظهور رساندن و نقش خود رو بر صحیفه هستی زدن، نوعی پادزهر نسبت به اون نایلیزم به روایت نیچه بوده است. باری همه اینها رو در انسان بیابانی هم میبینه نیچه به روایت خود او. بذارید دوباره این فقرات رو بخوانم براتون چون وقت زیقه ملخصتر و موجزترش رو نسبت به هفته پیش براتون قرائت میکنم بحث از بیابان رو. میگوید که صفحه 142 میگوید نیچه که چه بسا معنویت چیره در ایشان میبایست نخست یک غرور سرکش زود خشم
یا یک هوسباز را ببخشید یا یک دل هوسباز را مهار زند، یا آنکه خواست سر به بیابان گذاشتنش را به دشواری تمام رویاروی گرایش به زیستن در ناز و نعمت و نازکانه ترین کارها یا بخش و بار بی حساب دل و دست بنشاند. اینا رو میگه، بعد میاد پایین تر. و اما در باب بیابان که همکنون به آن اشاره کردم، آنجا که جانهای به سرشت نیرومند مستقل بدان پس می نشیند و در آن خلوت می گزیند. وه که این بیابان کجا و آن بیابانی که دانش آموختگان در گمان دارن کجا، که اینان خود گهگاه همان بیابانند این دانش آموختگان، و شک نیست که هیچ جان بازیگر به سر بردن در آن را چندان تاب نمی آورد، زیرا که برای ایشان چندان رمانتیک و سوزناک نیست. بعد میاد جلوتر میگوید که بیگمان بیابان از اشتران نیست خالی نیست، اما از نظر اشتر معاوی و بس، چه بسا گمنامی خودخواسته، از سر راه خود کنار رفتن، بیزاری از حیاهو و مایه های افتخار روزنامه و نفوذ، کاری کوچک در پیش داشتن، کاری هر روزه، چیزی که پیشتر بپوشاند تا نمایان کند، گهگاه در آمیختن با چرنده ها و پرنده های بی آزار دلخوش که دیدارشان دلگشاست، همنشینی با کوه، اما نه با کوه کوه که با کوه چشم دار، یعنی دریاچه دار. باری و بعد در انتها میگه این است مراد از بیابان که چه خلوت است. باور کنید هنگامی که هراکلیتوس به صحن حیات و زیر ستونکاری پرستشگاه عظیم آرتمیس پناه برد، اقرار میکنم که این بیابان از هر بیابانی بهتر بود. چرا ما را چنین پرستشگاه هایی نیست؟ خب مراد نیچه از بیابان چنان که دیدیم هم اشارتی به انزوا و خلوت گزینیه، هم نوعی روح بلندیه که گویی در قیل و قال و هیاهو و شلوغی دوام و تاب نمی آورد، و اون بزرگی و ابهتی که در ضمیر داره، اینا همه از اوصاف انسان‌هایی است که از جنس ابرمردن، کسانی که ضمیر بلندی دارن و ذهن وقادی و سرمنشأ خلق ارزشان، که حالا انشالله در تکمیله عرایزم در انتها بهش خواهیم پرداخت. داوری من رو عزیز باری به این معنا از بیابان سخن میگه نیچه. خب من بحث از سپهری رو به روایت نامه‌هاش نوبت پیشین خواندم و اینکه او چگونه به عنوان یک انسان معنوی مأنوس بوده با بیابان و قرابتی که از این حیث ایده های نیچه با تجربه زیسته سپهری داره. جالبه که جناب یونگ هم در رؤیاهای خودش از مقوله بیابان و سر به بیابان نهادن سخن گفته است. ملاحظه بکنید در کتاب قرمزی که اشاره کردم، یونگ میگه که من دنبال اون صفحش دارم میگردم تا برای عزیزان قرائت کنم، میگوید که در همین کتاب سرخ یا کتاب قرمز، بله، تجربیات بیابان صفحه 159 تا 163، من بخشایشو براتون میخونم. راجب روح بیقراری میگه که تجربه هاش رو داره بر آفتاب میافکنه. میگوید پس از جدالی سخت کمی به تو نزدیکتر شدم. این جدال چه سخت بود. من در بوتزاری از تردید، سردرگمی و تحقیر فرو غلطیدم. به این تشخیص رسیدم که باید با روح خودم تنها باشم. بعد میگه که بله ببخشید من اینو صفحاتش قدری ترتیبش به هم خورده. بله میگوید که
ای روح من، هر آنچه تو میگویی در فکر من هم هست، اما به سختی. یه قدری ببخشید این ریزتر ریزه، من بتونم بزرگترش بکنم اینو، ببخشید. بله ببخشید. بله. ای روح من، با دستان خالی به سراغ تو آمدم، چه میخواهی بشنوی؟ و روح با من به سخن آمد و گفت: اگر پیش یک دوست آمده ای، آیا برای گرفتن آمده ای؟ اینا رو میگه تا میاد پایین تر. ایمان من سست است، از تابش لرزان خورشید بیابان نابینا شده ام. لهیب سوزان همچون سرب بر من جاری شده است، تشنگی مرا عذاب میدهد. جرأت ندارم به این بیندیشم که این ره طولانی بی انتهایی در پیش روز، و از همه مهمتر چیزی جلوی خودم را نمی بینم. اما روح پاسخ داد: تو طوری سخن می گویی که انگار هنوز هیچ نیاموخته ای. نمی توانی منتظر بمانی؟ آیا همه چیز باید رسیده و کامل در دامن تو بیفتد؟ اینا رو میگه و باز در ادامه ذکر می کنه که ای روح من، هر آنچه می گویی در فکر من هم هست، اما به سختی بر اساس آن زندگی می کنم. روح گفت: به من بگو پس چطور بر این باوری که افکارت به تو کمک میکنه. خب چون وقت زیقه، من ایزه بدید به انتهای این نکته هایی که راجع به بیابان گفته است یونگ بپردازم. میگوید که صفحه 161 و 162 از این کتاب میگوید: این 25 شب من در بیابان بود. این مدت طول کشید تا روح من از یک موجودیت سایه‌وار بیدار و به زندگی وارد شود، تا آنکه توانست همچون یک موجود مستقل و جدای از من بر من دست بیابد و کلماتی سنگین اما عبرت‌آمیز از او شنیدم. من نیازمند در اختیار گرفتن آن بودم، چون نتوانستم بر تحقیر درون غلبه کنم. و بعد ادامه میده: روح این زمانه خود را بسیار زیرک قلمداد میکرد، همانند هر روح زمانه دیگر، اما خردمندی ساده انگار است، نه فقط ساده. به همین دلیل شخص زیرک خردمندی را به استهزا میکشد، چون استهزا سلاح اوست. او از سلاحی هدفمند و سمی استفاده میکند، چون او از خردمندی ساده لوحانه و خام ضربه خورده است. فقط در بیابان است که از سادگی وحشتناک خودمان آگاه می شدیم. دوباره می خوانم براتون، این در انتهای فصل آورده یونگ. فقط در بیابان است که از ساده انگاری وحشتناک خودمان آگاه می شدیم، اما از اعتراف به آن حراس داریم. علت این که احساس تحقیر می کنیم این است، اما استهزا به ساده انگاری دست نمی یابد. استهزا بر استهزاگر هجوم می آورد، و در بیابان که هیچ کس نمی شنود و نه پاسخ می دهد، از تحقیر خود خفقان می گیرد. هر چه زیرکتر باشید، ساده انگاریتان احمقانه تر است. زیرک های مطلق در ساده انگاریشان ابله مطلقند. نمی توانیم با افزودن بر زیرکی خودمان خود را از زیرکی روح این زمانه خلاص کنیم، بلکه با پذیرش آنچه زیرکی ما بیش از همه از آن بیزار است، یعنی ساده انگاری، این مهم میسر می شود. ولی ما هم نمی خواهیم نادانهایی مصنوعی باشیم، چون در ساده انگاری فرو غلطیده ایم. خب تا در فقره انتهایی این فصل یونگ میگه که پس بر تمسخر غالب آمدم، اما زمانی که بر آن غالب آمدم در نزدیکی روح خودم بودم و او میتوانست با من سخن بگوید و قرار بود خیلی زود سبز شدن بیابان را نظاره‌گر باشد. خوب عزیزان، بخش تکمیل شده آنچه که من خواندم، یعنی صورت کامل آنچه که من خواندم رو ببینن از این کتاب قرمزی که ذکر آن رفت. اونقدر که من فهمیدم به جهت زیق وقت، همونطور که عرض کردم، فقراتیشو قرائت کردم.
این تعبیر ساده انگاری که اینجا ازش یاد میکنه یونگ و اینکه در بیابان آدم در جدالی سخت با خودش، چون فصل تجربیات بیابان رو براتون قرائت کردم، یعنی تجربیاتی که در بیابان رخ داده است، اینا تماما محصول، حالا تعبیر مکاشفه تعبیر عرفانیه، بگیم محصول خودکاوی ژرفه. و او تصور میکنه در بیابان که نمادیست از بیکرانگی، نمادیست از خلوت گزینی، نمادیست از بی انتهایی، نمادیست از اینکه شخص با کس دیگری، با پدیده دیگری درگیر نیست. و همونطور که میگی اون خورشیدی هم که در وسط بیابان فاش میدرخشه، آدم رو گویی که از مواجه شدن با هر امر دیگری باز میداره و گویی خودشه و خودش و خودش. همه اینها با یکدیگر برای یونگ تداعی کننده خودکاوی ژرفی است که در تجربیات خودش آورده است. اون بساطت خاطر رو یا اون بساطت و سادگی که ازش یونگ سخن گفته رو دقیقا نمیدانم به چه معناست، اما اینقدر میشه فهمید که در یک چنین موقعیتی شخص مجال این که به سر وقت خودش بره و بیواسطه با خودش مواجه بشه رو بیشتر پیدا میکنه. اینکه جانهایی که سرشت نیرومند دارن به تعبیر نیچه، اینا بیابانی‌اند، اینا خلوت گزینی رو دوست میدارن، اینا از قیل و قال و هیاهو میگریزن و از این هم استقبال میکنن. شخصیت های مستقل با قدرت روحی فراخ و بلند که اقتضای چنین تجربیاتی رو داره. خب من در ادامه عرایزم ذکر خواهم کرد در بخش انتهایی که اگر ما روایتی از نیچه رو که تنین یالومی پررنگ داره، یعنی در لیترچر از جنس نیچه خلاق و پویاست نه نیچه ویرانگر، اگر این رو برکشیم و بپسندیم و این رو موجه بدانیم، اون وقت این نوع سخنان رو بهتر میشه در جای خود بنشانیم و عرض میشود که ازش استفاده بکنیم. خب من راجع به قصه پارسایی هم اشاره بکنم به آنچه که نیچه آورده است و ذکر کرده در تکمله بحث از زهد که نوبت قبل خواندید و بحث کردیم. بذارید با این نقل قول شروع بکنم از صفحه 141 کتاب تبارشناسی اخلاق، که فکر کنم لب ایده نیچه رو در این باب نشان میدهد و رهگشاست. راجع به این که معنای آرمان زهد چیه به نزد فیلسوف، 140 و 141 میگوید نیچه که: و اما معنای آرمان زهد نزد یک فیلسوف چیست؟ پاسخ من همان است که شما نیز پیشاپیش حد زده اید. فیلسوف در این آرمان لبخند زنان شرایط بهینه عالی ترین و بیکانه و بیباکانه ترین زندگی معنوی را میبیند و با این کار نه آن که زندگانی را انکار کند، بلکه با آن چه بسا به زندگانی خیش آری میگوید و تنها به زندگانی خیش، چه بسا تا بدانجا که این کار از این آرزوی بدخیمانه دور نباشد که گور پدر دنیا زنده باد، فلسفه زنده باد، فیلسوف زنده باد، خودم. یک بار دیگر هم این نقل قول رو خواندیم. اکنون در مقام به کار بستن این سخن هستم که زهدی که ازش نیچه یاد میکنه، که امروز خواهیم دید از تعبیر پارسایی هم استفاده میکنه، این نه زهد و پارسایی به معنای متعارف است، بلکه زهد و پارسایی است که متضمن آری گفتن به زندگیه و در این حال وقتی رخ میدهد که شخص ابر انسان باشه و نقش خودش رو بر صحیفه هستی بزنه، آدم بیابانی که ذکرش رفت. حالا ببینید در باب همین نکتهی که گفتم چه توضیحات تکمیلی نیچه میده و اینکه یک انسان فیلسوف به نزد او میتونه از پاره از برخورداری های این جهانی هم امساک بورزه، از اونها بهرمند نشه، اما نه از آن حیث که زاهد است به معنای متعارف کلمه، بلکه برای اینکه پاره دیگه از پتانسیل های خودش رو به منصه ظهور برسانه. مثلا الان میخونم براتون، توضیح میده که
یه نوع پارسایی هست که هیچ متضمن نفرت ورزی به حسانیت نیست. و چطور یک ورزشکاری برای اینکه کار خودش رو درست انجام بده در یه برهه از زمان از نزدیک شدن به زنان جلوگیری میکنه یا پرهیز میکنه، برای اینکه میخواد موفق بشه در کار خودش و دل مشغول زنان بودن یا همخوابه شدن با ایشان ممکنه او رو از رسیدن به آرمانهای بلندی که در عالم ورزشکاری داره باز بداره. میگه بر همین سیاق هم یه فیلسوف اهل پارساییه، برای اینکه اون ایده های خودش رو یا اون غریزه سروریش رو، مفهوم سروری که دیده ایم و دربارش به تفصیل سخن گفتیم، این رو بتونه اکچوالایز کنه. ولی به این باز هم پارسایی میگه نیچه، اما پارسایی که با پارسایی به معنای متعارفش فرق میکنه و چنان که عرض کردم و نوبت پیشین هم دیدیم متضمن آری گفتن به زندگی این جهانیست و نقش خود رو بر صحیفه هستی زدن به توضیح که عرض کردم. بذارید این بخش رو هم بخوانم. میگوید که و اما در باب پارسایی فیلسوفان، پارسایی رو هم تو دیومه گذاشته، و اما در باب پارسایی فیلسوفان باید گفت که این نوع از جان ثمر خود را در چیزی دیگر می‌دهد تا در بچه، چه بسا ماندگاری نامش، نامیرایی کوچکش در چیز دیگری است. بعد پرانتزی باز کرده می‌گوید که در هند باستان فیلسوفان خود را گستاخانه تر از این بیان می کردن و می گفتن آن را که روانش جهان است زاد و رود چرا؟ در این هیچ چیزی از نوع پارسایی زاهدانه با یا گرفتاری های اخلاق ببخشید با گرفتاری های اخلاقی و نفرتش از عالم حسی در کار نیست، بمانند پرهیز یک ورزشکار یا سوارکار از زنان، بلکه این خاص غریزه سرورشان است. دست کم در دوره های آبستنی بزرگ. خوب اینو توجه بفرمایید، هر هنرمندی می داند که در حالت تنشها و آماده سازی های بزرگ روانی همخوابگی چه زیانها دارد. در میان هنرمندان آنان که از همه قوی ترند و غریزه هاشان از همه استوارتر نیازی نیست که این را به تجربه بیاموزند، به آن تجربه ناخوش که غریزه مادریشان خود را از شر همه انبانها و انباشت‌های دیگر نیروی زندگانی حیوانی به سود کاری که در پیش است بی‌رحمانه آزاد می‌کند و بدین سان نیروی بزرگتر نیروی کوچکتر را تا ته به کار می‌گیرد. خب چی می‌خواد بگه نیچه؟ اونقدر که من در میابم و می‌فهمم می‌خواد بگه که حالا چه هنرمندان چه فیلسوفان چه همه کسایی که از جنس سرورانند در این عالم، به توضیحی که تا کنون دیده ایم، یعنی به روایت نیچه میخواد بگه که اهل پارسایی هند، اهل آری گفتن به زندگی هند و اگر از امری امساک میورزند فقط برای این است که اون ایده و آرمان بلند خودشون رو در ساعت دیگری به منصه ظهور برسانند، نه برای اینکه امساک میکنن از تمتعات این جهانی. ببینید اون معنای متعارف از زهده، اینکه آدم عرض میشود که مشتهیات نفسانی رو کمینه کنه، کف نفس به قول عرفا و علمای اخلاق پیشه کنه، اینو معنای متعارف از زهده، کم برگیره از جهان، چه از خورد و خوراک و شهوت و قدرت و ثروت و همه اینها کم برگیره، اون معنای متعارف از زهده در سنت عرفانی و مأثورات اخلاقی ما. نیچه میگه فیلسوف یا ابر انسان به قول او زاهده یا پارساس، اما نه به این معنای متعارف، بلکه برای اینکه از کار اصلی خودش باز نمانه. و بعد به هنرمندی اشاره میکنه، به هنرمندانی اشاره میکنه که به وقتش میدونه که همخوابگی نباید پیشه کنه، برای اینکه از کار اصلی خودش باز میمونه، یعنی حالا به لسان امروزین انرژی او معطوف به یه امری میشه که او رو از گول و هدف عالی خودش باز میداره. اینکه میگه که در حالت تنش‌ها و آماده سازی‌های بزرگ روانی هر هنرمندی میدونه همخوابگی چه زیانی داره. خب اگر همخوابگی پیشه نمی‌کنه به این خاطره، نه برای اینکه کف نفس پیشه کنه، برای اینکه از اون آماده سازی‌های بزرگ روانیش باز نمانه.
و هنرمندی، فیلسوفی، متفکری، نویسنده‌ای، ابر انسانی که هوشمندتره این رو به فراست دریافته و به این معنا در حین اینکه آری میگه به زندگی و نقش خودش رو بر صحیفه هستی میزنه، در این حال از پاره کارها باز میمونه یا پاره کارها رو پس میزنه تا به کارهای مهمتر دیگری برسد. خب این هم یه نکته راجع به مقوله زهد یا پارسایی از منظر نیچه. حالا جالبه برام وقتی که این تعابیر جناب نیچه رو میخواندم به روایت جناب آشوری، یاد یه شعری از سپهری هم در دفتر حجم سبز افتادم که اونجا هم از تعبیر پارسایی اشاره میکنه و داشتم فکر میکردم که به یه معنایی که به بحث کنونی ما مربوطه این تعبیر سهراب رو هم میشه به کار برد و جوری اینها رو نیچه‌ای هم فهمید. میگوید که شعر مشهوری است تحت عنوان شب تنهایی خوب در دفتر حجم سبز، از اینجا آغاز میکنه که گوش کن دورترین مرغ جهان میخواند، شب سلیس است و یک دست و باز، تا میاد در ادامه و میگوید گوش کن جاده صدا میزند از دور قدمهای تو را، چشم تو زینت تاریکی نیست، پلک ها را بتکان، کفش بپا کن و بیا، و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلوخی بنشیند با تو و مزامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کند. پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. جالبه سهراب هم اینجا راجع به پارسایی سخن میگه، اما پارساییش از جنس کف نفس پیشه کردن و مشتهیات این جهانی و نفسانی رو فرو نهادن نیست. پارسایی که یه جور نگاه کردن رو به تو میآموزاند، گویی که یه سرمه ای تو بر چشم میکشی و دنیا رو به نحو دیگری نگاه میکنی. پارساییست در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است. این پارسا که به هر حال پارساییش با انسان‌های متعارف فرق می‌کنه، مطمح نظر سهرابه. از این حیث چون من بحث از بیابان رو هم نوبت پیشین عرض کردم و همین نوبت قرابتی می‌بینم، هم بیابان دوستی نیچه رو و هم روایتی که از پارسایی به دست میده که با پارسایی در معنای متعارف فرسنگ‌ها فاصله داره. اینجا هم که سپهری از پارسایی داره سخن میگه، یا پارسایی زاهدی که نمیگه به تو کف نفس پیشه کن، نمیگه به تو تعلقات این جهانی تو کم کن، بهت میگه که بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. یعنی انگار تو یه سرمه‌ای بر چشمت بکش و دنیا رو به نحو دیگری نگاه کن. خب اگر شما ایده های نیچه ای رو برکشید و اخلاقی که او ازش یاد میکنه یا ابر انسانی که متضمن اکچوالایز کردن پتانسیلای خود است، اینها رو شما به مثابه مؤلفه ای از مؤلفه های پارسایی بگیرید در روایت نیچه، خب این با این ایده سپهری قرابتی داره. پارسایی که بیش از هر چیزی داره دعوت به دیگرگون دیدن دنیا میکنه، همین ما هیچ ما نگاه داره این رو توضیح میده، پلکا را بتکان، کفش بپا کن و بیا، دنیا رو جور دیگه ای نگاه بکن. یعنی تا کنون اگر دنیا رو در معنای متعارفش میدیدی، اگر این سرمه رو بر چشمت بکشی به نحو دیگری میبینی، و این توصیه یه آدم پارساست، پارسایی که به تعبیر من سالک مدرنه. خب حالا نیچه هم داره یه جور دعوت به پارسایی میکنه به روایت خودش. اگر فرسنگ ها روایت نیچه از پارسایی متعارف فاصله داره، روایت سپهری هم از پارسایی متعارف فاصله داره و جالبه که هر دوشون به بیابان هم علاقه مند بودن و در این حال از پارسایی هم به این معنا سخن گفتن. خب از این نکته هم در گذاریم، یعنی بحث از متافور بیابان و همچنین متافور یا مقوله پارسایی و نسبتش با آرمان زهد و توضیحی که به تفصیل گفتم
نیچه به چه معنا از پارسایی داره سخن میگه، پارسایی که متضمن آری گفتن به زندگی است. بریم به سر وقت نیچه خلاق و نیچه ویرانگر و از آنجا به بازخوانی نظام اخلاقی نیچه بپردازیم. ملاحظه بکنید تا حالا در این جلسات درازاهنگی که در خدمت عزیزان بوده ام، با عنایت به منابع مختلفی که در باب فلسفه نیچه منتشر شده است و البته با محوریت کتاب تبارشناسی اخلاق که فاصله چندانی با فراسوی نیکوبد نداره، اما به نظر من همونطور که جلسه اول هم آوردم شسترفته ترین اثر نیچه است، راجع به اخلاق سروران و اخلاق بردگان به تفصیل سخن گفته، راجع به اینکه ابر انسان کیست، راجع به اینکه چگونه نقش خود رو بر صحیفه هستی میزنه، راجع به اینکه سویه های سوشیوپولیتیکالش میتونه چه باشه، از دل آن نازیسم و هیتلریسم در آمده است به یه معنا، بعد اگر یادتون باشه به ترامپ و اردوغان و بن سلمان و پاره از دوستان در بخش پرسش و پاسخ ابر انسان‌های امروزی دنیا به این معنا هم اشاره کردیم و پرداختیم، و بعد اون قصه یتیمخانه رو من چند نوبتی فقراتش رو خواندم، و اینکه خب به چه معنا آیا میشه از اینها به عنوان اخلاق سخن گفت و چی میخواد بگه نیچه. ببینید من البته این داوری که اکنون دارم که در جلسه انتهایی و در مقام ارزیابی و جمع‌بندی ذکر میکنم هم حقیقتش بر خود من شاید در طی این دوره درازاهنگ 4-5 ماهه بیشتر مکشوف شده، و با عنایت هم نوبت قبل کتاب یالوم خانان رو فقراتش رو به تفصیل خواندم و از دو نیچه یاد کردم، دو تصویر از نیچه. الان میخوام همون رو بست بیشتری بدهم تا استفاده کنم جهت بازخوانی انتقادی نظام اخلاقی نیچه و داوری خودم راجع به این مضامین و مقولاتی مثل اخلاق سروران و اخلاق بردگان، یا عرض می شود که اراده معطوف به قدرت و دیگر مضامینی که در این شبکه معنایی نیچه به بحث گذاشته شده. ببینید ظاهراً آنچنان که اسکالرشیپ حول و حوش نیچه نشان می دهد، ما با دو تصویر از نیچه مواجهیم در درازنای تاریخ، یعنی در این 120 سالی که حدوداً از وفات نیچه می گذرن. ما الان در 2019 ایم و نیچه 1900 از دنیا رفته است. دو روایت داره و این دو روایت هم قائلان خودش رو داره. یه روایت که من اشاره هم به یالوم کردم هم به یه تاکی که چندی پیش استاد پولیتیکال فلسفی در دانشگاه تورنتو داشت و من در سخنان ایشان در سخنرانی ایشان شرکت کرده بودم. یه تصویر تصویریه که نیچه رو به هر حال سلسله جنبان هیتلریزم و نازیسم و له کردن ضعیفان و کسانی که جلوی دست و پا رو به تعبیر متعارف میگیرند عرضه میکنه، برای اینکه اون آرمان بلند محقق بشود یا اون ابر انسان به منصه ظهور برسد و اون نظام اخلاقی و معیشتی و تمدنی جدید برساخته بشود، هر کاری رواست. همون مثال مشهور استالین که برای درست کردن خاگینه چند تا تخم مرغ باید بشکنه، یا گریز و گزیری از شکستن چند تخم مرغ نیست، برای درست کردن خاگینه. همون که آقای سروش ازش تحت عنوان اخلاق خدایان یاد میکنه، مقاله مشهور ایشون، یعنی اخلاقی که ورای اخلاق متعارف مینشیند و گویی متضمن نظر کردن در عالم از منظر خداییه. اینا همه تعابیر مختلفی است برای اون اخلاقی که ورای شهودهای متعارف اخلاقی مینشیند، قابل چون و چرا کردن نیست و اصل عدالت در آن هیچ محلی از اعراب نداره. عدالت به معنای کامن سنسیکالی که آدمیان ازش میفهمند، عموم آدمیان و شهودهای اخلاقی عموم ما میگه.
این خب یه روایتی از نیچه است. پاره از اسکالرهای نیچه، من این دو روایت رو باز هم صورت بندی می کنم و میل خودم رو هم به یکی از اونها ذکر می کنم انتهای عرایزم. پاره از اسکالرهای نیچه توضیح داده اند که در واقع آن تصویری که به نحو روشمند از آثار نیچه به دست میاد این نیست. توجه فرمودید. میگن اینا دیستورشن غلیظ و شدید خواهر او مارگارت نیچه است که نوبت پیش هم من به این پرداختم و فقراتش رو به روایت یالوم خواندم. میگن این دیستورشن کار او بوده و انصافا شواهد تاریخی هم که ذکر میکنن چفت و بستش با هم میخونه. به چه معنا چفت و بستش با هم میخونه؟ یعنی چفت و بست داره و با هم میخونه. به این معنا که خب میدونیم اون فلج مغزی نیچه 1889 رخ داد. در واقع دو تا مرگ داشت نیچه، یه مرگ دماغی و ذهنی 1889 و یه مرگ بیولوژیک 1900. نیچه اولا هیچ یهود ستیز نبوده، این نکته مهمیه که من یک بار دیگه هم اشاره کردم. از دل نیچه ریسیزم در نمیاد. چرا؟ به یه دلیل ساده، در همین کتاب تبارشناسی اخلاق ما دیدیم ریسیست کسیه که نژاد خودش رو بر میکشه و دیگر نژادها رو فرو مینهد. کل ایراد و گیر و گرفت و طعنه در سخنان نیچه نسبت به نژاد جرمن یا آلمانی ها یافت میشه، افزون بر این که البته آنگلو ساکسون و دیگر نژادها رو هم تخریف میکنه. من نمیگم اونا نیست تو کارش، اما اگر کسی ریسیست باشه که دیگه نباید نژاد و آبا و اجداد و مناسبات خونی خودش رو هم تخریف کنه. این در شوپنهاور هم هست. شوپنهاور که تندتر میگه اگه یادتون باشه اصلا نشنال پراید یا غرور ملی رو تخفیف میکنه، میگه امر ابلهانه ی آدمای میان توهی که توی خودشون چیزی سراغ نمیگیرن رفتن سراغ از میشود که غرور ملی. این نکته اول برای به دست دادن تصویر جامع الاطراف از نیچه ذکر میکنم. نکته دوم این که پس ریسیست نیست. نکته دوم، یهودی ستیز هم مشخصا نبوده هیچ وقت، یعنی در ذم یهودیان مشخصا نیچه هیچ سخنی نگفته. اینا همه دستپخت خواهرشه و شوهر خواهرش. شوهر خواهرش یهود ستیز بنام و برجسته ای بود و همونطور که نوبت پیشینم اشاره کردم رفتند به همراه مارگارت نیچه در پاراگوئه، در همون حوالی عرض می شود که بوهبوهه بحث از نازیسم و حالا قبل از آن، سالش رو دقیقا نمیدونم، اینا میخواستن کلونایز کنن پاراگوئه رو و یه آلمان دیگری در آمریکای لاتین درست بکنن و این نژاد جرمن رو برکشن، که خب اون به بیراهه رفت و خوشبختانه یعنی محقق نشد و خودکشی کرد شوهر خواهر نیچه. و نوشتن که نیچه پس از این قصه اصلا تمایلی هم به دیدن خواهرش نداشت چندان. اما از بخت بعد او، خب وقتی که اون آتش فشان ذهنی و فکری از کار افتاد و دیگه ناهوشیار بود نیچه، خواهر او که در دسترس بود و نظارت کامل داشت بر آثار نیچه، خیلی از آثار او پس از اون دوران، یعنی چه وفات یا مرگ مغزی نیچه و چه مرگ بیولوژیکش، همه از طریق خواهر نیچه منتشر میشه. این رو شما بذارید کنار این دو سه فکت دیگری که جناب هیتلر در جشن 90 سالگی الیزابت نیچه با او دیدار میکنه، دست گل برای تولد او میفرسته، موزه نیچه که در آلمان بنا میشود بیشتر هزینه هاشو یا تمام هزینه هاشو هیتلر میده و نظام نازیسم هیتلری و دخل و تصرفی که مارگارت نیچه در آثار نیچه کرده، چنان که نیچه پژوهان بعدها نشان دادن چندین دهه طول کشیده تا توانستن یه ورژن دیگری از آثار نیچه هم به دست بدهن و انصافا مطابق با این روایت بزرگترین خیانت رو در حق نیچه خواهرش کرده. و البته اون موقع در و تخته به هم جور شده، یعنی کاری کرده که به کار هیتلر و نازیسم هم آمده است. مطابق با این تصویر، ابر انسانی که ازش نیچه یاد میکنه اولا معطوف به استیلا یافتن بر دیگریه. سه
سبقه بیرونی داره نه سبقه درونی، سبقه ابجکتیو داره نه سبقه سابجکتیو. یعنی من در مقام من ابر انسان مطابق با این تصویر در مقام فرو کوفتن دیگرانم و اخلاق بردگان و تفاوتش با سروران رو برکشیدن و دیگران رو به محاق راندن یا اینکه بی توجهی محض پیشه کردن. این یه روایت از ابر انسان نیچه است، یعنی ابر انسانی که بروز و ظهور سوشیوپولیتیکالی از این دست داره. من الان باز دارم تقریر میکنم دو تا رأی بدیل و تا داوری خودم رو هم در انتها عرض بکنم. خب این یه رأی داوری دوم اینه که نه، همطور که از خلال روایت اولی که ذکر کردم این گونه به نظر میرسه مطابق با این تصویر و تلقی که نیچه ویرانگر دست پخت خواهر اوست که بعدها بروز و ظهوری در نازیسم و هیتلریسم پیدا میکنه. یعنی در روایت دوم ما یه نیچه ویرانگر داریم اما یه نیچه خلاق و پویا داریم. نیچه خلاق و پویا اگر از ابر انسان یاد میکنه، این ابر انسان معطوف به مناسبات سابجکتیو در وهله نخست، یعنی این فرد باید برای خود ارزش‌های اخلاقی نوین بیافرینه، ابتداعاً باید خودش رو اکچوالایز بکنه، ایندیویدویشن رو در خود محقق بکنه. به این معناست که از میشود به این معناست که از نیچه متأخر ما یاد میکنیم، ببخشید نیچه دوم یاد میکنیم. مطابق با این تصویر ابر انسان نه در مقام استیلا یافتن بر دیگر آدمیان در وهله نخست، بلکه معطوف به محقق کردن پتانسیل های خوده. و به این معنا یالوم این تصویر رو بر می کشه که البته قائلانی هم در سکالرشیپ نیچه پژوهی داره که معتقدن نه، ما ابتداعاً مطابق با این تصویر بر ساختن ارزش های نوین یا فراسوی نیکو بد متعارف رفتن برای این است که فرد خود رو محور قرار بده و معطوف به خود نظام ارزشی نوینی رو برسازه، نه اینکه از در استیلا یافتن بر دیگران درآید. و معتقدن همه آنچه که در این پکیج یافت شده چنان که توضیح دادم میخواد یه نیچه ویرانگر رو برسازه. اما در این تصویر دوم ما نیچه خلاق و پویا داریم و این نیچه خلاق و پویا با مزامینی از جنس سلف اکچوالیزیشن یا اندیویدویشن به روایت یونگ و مازلو، حالا روانکاوان قرن بیستومی، داره سخن میگه، از اینا داره حرف میزنه. اخلاق سروران یعنی اخلاق سرورانی که در مقام برساختن نظام ارزشی نوینند. چرا؟ برای معنا بخشیدن به زندگی. چرا؟ چون ما با نایلیزم مواجه شده ایم چنان که در عرایزم آوردن. خب ببینید این کاملا یه تصویر و تلقی دیگری از نیچه. یعنی در این تصویر اگر از پارسایی یاد میکنه نیچه که درباره‌اش سخن گفتیم، اگر از اراده معطوف به قدرت سخن میگه، اگر از اخلاق سروران سخن میگه، همه اینها در خدمت یه انسان تراز نوینی هست که این انسان تراز نوین در عصر راززدائی شده، در عصر نایلیزم، میخواد به زندگی خودش معنا ببخشه و رنگ نوینی به زیست جهان خودش بزنه و به قول حافظ آدمی و عالمی از نو بیافرینه. مطابق با این تصویر نیچه خلاق و پویا فرسنگ‌ها با نیچه ویرانگر فاصله داره. و شواهدی هم که در اسکالرشیپ این افراد برای این مدعای خودشون نشان میدهند بیشتر فقراتی از فراسوی نیکوبد و از میشود تبارشناسی اخلاق و همچنین چنین گفت زرتشت. خب اگر آنچه که ذکر کردم تا کنون مشخص و امیدوارم شسته رفته باشه، من داوری خودم رو هم در این باب ذکر بکنم و بعد برم به سروقت اون شروط استعلایی نظام اخلاقی بدیلی که نیچه میخواد ازش سخن بگه که در جلسات قبل هم اشاراتی بهش رفته، اما چون این نوبت آخر است اینها رو کاتگورایز بکنم و با قیاسی که نیچه رو با لویناس
خواهم کرد بحثم رو به پایان ببرم. ببینید، اشاره کردم به اینکه در طی این دوره دراز آهنگ 4-5 ماهه تصویر و تلقی خود من از نیچه اجاست شد، یعنی تنظیم بیشتری یافت. من ابتداعا شاید اینجوری بگم که با اون تلقی اول از نیچه همدلی بیشتری داشتم و فکر میکردم نیچه ویرانگر روایت منقح و موجه از آثار نیچه است دست کم در تبارشناسی اخلاق و فراسوی میکنند. خب اگر اون تصویر موجه باشه، یعنی اگر ما اون رو برگیریم، خیلی از انتقاداتی که از منظر اخلاق متعارف و ناظر آرمانی یا آیدیال ابزرور که در یکی از جلسات گفتم به سخنان نیچه و ایده های اخلاقی او وارد اون ایده ها، ببخشید اون انتقاد ها، یعنی اینکه اگر از منظر ناظر آرمانی نگاه بکنیم مطابق با این تصویر، نمیشه انسان های گوشت و پوست و خوندار رو برای یه مصلحت بزرگتری که در راه است فدا کرد. این منطق همه نظام های دیکتاتوری تاریخه، چنان که در جلسات پیشین با دوستان هم به تفصیل درباره سخن گفتیم. این همون اخلاق سرورانی است که مطابق با صورتبندی امروزین سبقه ویرانگرانه داره، همونی که در نازیسم و هیتلریزم هم محمل واقع شد برای ایجاد یک تمدن بزرگ، برای احیاء نژاد آریایی، برای اینکه ما سر پیچ مهم تاریخی واقع شده ایم، هر کاری رواست. توجه فرمودید؟ این اون تصویری است از نیچه ویرانگر و اون نظام اخلاقی که مستفاد میشه از آن، و این که ما اخلاق رو تبارشناسی میکنیم به این معنا که همه اخلاقی که میراث یادتون هست مسیحیت و یونانیته، اینا رو دور میریزیم، یه نظام اخلاقی میسازیم در خور سروران و هر چه که بر سر بردگان و بندگان میآید بیاید، اهمیتی نداره در این تصویر. خب ملاحظه بفرمایید، اگر این تصویر رو برکشیم، اون وقت اون انتقاداتی که ذکر کردم و هر از گاهی در جلسات ما هم سر بر می آورد و من به اون اشاراتی می کردم به نظرم موجه میشه. چون که حالا چه به لسان کانتیش بگیم human dignity، کرامت انسانی، یا خدایینی، یا انسان گوشت و پوست و خوندار و برکشیدن حقوق او، مهمترین اصل اخلاقی است که به نظر من تحت هیچ شرایطی نمیشه اون رو فرو نهاد. شما هر نظریه‌ای که در حوزه اخلاق هنجاری داشته باشید، چه وظیفه‌گرا باشید، چه فایده‌گرا باشید، چه فضیلت‌گرا باشید، هر چه که هست، اون اصل بنیادینی که در اخلاق امروزه برکشیدنی است و موجهه، پاسداشت حقوق بنیادین آدمیان است و اگالیتریانیزم یعنی برابری طلبی رو برکشیدن. به هر بهانه ای تحت هر لوای این امر ضعیف بشه، به محاوره امر غیر اخلاقی و خلاف شهودهای اخلاقی عرفی ماست. این تصویر و تلقی منه از امر اخلاقی. و اگر اخلاق سروران، یا بگیم اخلاقی که حامل آن نیچه ویرانگر است مطابق با این تصویر، داره این رو تئوریزه میکنه، باطله و یه تیغی میشه به کف زنگیان مست، کما اینکه شد. یعنی هیتلر اگر اون روایت دیستورتد رو بگیم که مارگارت به دست داد، حالا نه اینکه نیچه معطله، ببخشید، نه اینکه هیتلر معطل نیچه بود، اما کمکش کرد، یعنی این ابزار به دست او داده شد، اگر این روایت از نیچه رو بپذیره که بله ما میخواییم یک روح نوینی به تاریخ ببخشیم، نژادی رو برکشیم، ولو بلغ ما بلغ، ولو هزاران هزار، صد هزاران، صد هزار یهودی و آدمهای معلول و ناتوان هم از بین بروند یا در کوره های آدم سوزی بسوزند، همه اینها بشوند، مهم نیست، مطابق با این تصویر مهم نیست. سروران اخلاق خود رو، نظام اخلاقی خیش رو، مناسبات و روابط انسانی از منظر خود رو میخوان محقق میکنن و این قاعده تاریخه، قاعده تمدن سازی. یادتونه جلسات نخست به تفصیل اینها رو میخواندی
و گفتم دوستان هم در بخش پرسش و پاسخ اشاراتی به سیاست روز هم می کردن. خب این یه روایت از نیچه است. اگر این چنین باشه بله، به نظرم به لسانی که جلسات پیش می گفتم اون شروط استعلایی که نیچه می خواد برای نظام اخلاقی بدیلش عرضه کنه، اون شروط استعلایی هرچه که باشه فرو نهادنیه. یعنی به تعبیری اون نظام اخلاقی نظامی است که مرده به دنیا میاد، نظام اخلاقی نمیشه، چون اخلاق معطوف به دیگریه، چنان که پیشتر هم ذکر کردم، یعنی از برکشیدن دیگری، لحاظ کردن دیگری، اندیشیدن به دیگری آغاز میشه. دیگری گوشت و پوست و خوندار، مفهوم چهره در لویناس رو یادمه بهش اشاره کردم که خب صورتبندی قرن بیستمی و نوین از نظام اخلاقی. خب اگر اینها باشه و اگر این روایت از نیچه رو ما موجه بدانیم فرو نهادنیه. یعنی اون نظام اخلاقی که گفتم نیچه میخواد از شروط استعلاییش سراغ بگیره اگر در مقام بیلداب کردن اونه، چنان که توضیح دادم مرده به دنیا میاد، چون اخلاق نی هرچی هست اسمش رو اخلاق نمیشه گذاشت، اخلاقی که معطوف به دیگریه و درک عرفی ما، درکی که در لیترچر فلسفه اخلاق، جامعه شناسی اخلاق در سده های اخیر از مقوله اتیکس و مورالیتی به دست داده شده اینه. اگر این باشه نه، کار دیگری داره میکنه نیچه. اما اگر ما نیچه خلاق رو، نیچه پویا رو، چنان که توضیح دادم که در اسکالرشیپ هم قائلانی داره، فارق از یا بدون لحاظ کردن نقش ویرانگر و مخربی که خواهر نیچه داشته، اگر این روایت رو بپذیریم، توجه می‌فرمایید دو تا روایت، اگر این روایت رو بپذیریم، نه، نیچه بیش از هر چیزی داره، حالا به لسان شروط استعلایی که ازش یاد کردم، یکی از شروط استعلایی محوری برای درانداختن نظام اخلاقی نوین عبارت هست از سلف اکچوالیزیشن و اندیویجویشن، یعنی خود رو به منصه ظهور رساندن، خود رو به فعلیت رساندن و تفرد و تشخص رو تجربه کردن. اینا در زمره شروط استعلایی است برای یه نظام اخلاقی بدیل. مخ به این معنا نیچه داره از یه امری سخن میگه که قابل تأمله، هرچند باز مطابق با این تصویر گویی که سبقه روانشناختی بیشتر داره سخن نیچه، و به همین خاطر من اشاره کردم که تداعی میکنه سخنان یونگ و مازلو رو، روانکاوان و روانشناسان برجسته قرن بیستم، و نه اینکه یه پلان برای بیلداپ کردن و برساختن یه نظام اخلاقیه جدیده. اما اگر ما بخواهیم روایت فلسفی یا روایت فلسفی تر شست رفته ای از منظر من از کندوکاوه های اخلاق شناسانه نیچه به دست بدهیم، در واقع یکی از اون شروط استعلایی که برای یه نظام اخلاقی بدیل که در آینده میخواد متصور باشه و محقق بشه، نیچه از آن داره سخن میگه که اون معطوف به این است که تو در وهله اول باید خودت رو اکچوالایز بکنی و نظام ارزشی نوینی برای خودت بسازی، چرا که این نظام اخلاقی که تو تا کنون شناختی اینا تبار مسیحی یونانی داره و آدم ضعیف و جبون تولید میکنه. برای اینکه انسانی باشی، ایستاده بر پای خود، بیابانی باشی، سرور باشی، نقش خودت رو بر صحیفه هستی بزنی، باید از این اخلاقی که تبار یونانی مسیحی داری بدرایی و سلف اکچوالیزیشن پیشه کنی، اندیویجویشن پیشه کنی. این یکی از اون شروط استعلایی میشه که هر نظام اخلاقی متصور بدیلی که میخواد در قرن 20 و 21 یعنی پسانیچه‌ای تولید بشه و برساخته بشه باید مد نظر برای. خب اگر این باشه همین سخن قابل تأمله و بصیرتی توشه و هم چنان که ملاحظه کردید با اون روایت پیشین فرسنگ ها فاصله داره و بخش هایش دست کم قابل تأمله. نمیگیم رقم بطلان کشیدن بر اخلاق مسیحیت،
یا میراث یونانی یک سره درسته و من اکنون در مقام اون نیستم، در مقام بحث از آن، بلکه میکوشم توضیح بدم این سخنان بصیرتی توشه یا بصیرتهایی توشه این روایت که میشه از آن برای برساختن یه نظام اخلاقی بدیل استفاده کرد. و حالا آنچه که رفته رفته به انتهای عرایزم نزدیک میشم و مشتاقم که از نکته سنجی های دوستان هم در انتهای بحث استفاده کنیم، آنچه که به نظرم شاید برگرفتنی تر باشه اگر بخواهیم نیچه رو به عنوان یه فیلسوف اوریجینال که بصیرت‌هایی داشته، بصیرت‌هایی که پس از شوپنهاور آمده است و معطوف به نظام فلسفی اخلاقی او سخن گفته و همچنان منبعی است برای تأمل در باب مقوله اخلاق، دومی مدت المواد یا عرض می شود که بنیه بیشتری داره برای تأمل کردن، یعنی اون روایت دوم از نیچه. و راجع به خودم هم باید ذکر بکنم هرچه که ما بیشتر به انتهای این دوره 16 جلسه نزدیک شدیم، من همدلیم با قرائت دوم بیشتر شد، به این معنا که به این نتیجه رفته رفته رسیدم، هرچند پیشترم آوردم تتبع مستقل در این باب نکردم، آراء چندی از نیچه پژوهان رو در مطالعه گرفتم، که این روایت دوم از نیچه قابل تأمل و میشه گفت موجه تره اگر نیچه رو یه فیلسوف اوریجینال بخوایم در نظر بگیریم، که پاره نکات رو در باب اخلاق گفته که و توسط زندگی انسانی و روزگار کنونی که ارزش فلسفی ژرف‌تری داره. میدونم این سخنان مخالفانی هم داره، من هم نمیخوام قسم از حضرت عباس بخورم که حتما این روایت از نیچه درست تره، چون تحقیقات مستوفایی در این باب نکردم، نوبت قبل هم آوردم، اما به عنوان کسی که کاروبارش یا بخشی از کاروبارش تفلسفه و در عرصه تاریخ اندیشه کار کرده، هم در باره آرای متفکران معاصر ایرانی، هم فیلسوفان غربی پسا رنسانس و دوره های فلسفی متعدد و متنوعی رو برگزار کرده، تصورم اینه که این روایت از نیچه بصیرت فلسفی بیشتری داره و میشه از آن استفاده بهتر و درخورتری نمود. بذارید با صورت بندی دوباره آنچه که از این روایت دوم از نیچه به ما میدهد، عرایزم رو جمع‌بندی و عرض میشود که صورت‌بندی نهایی بکنم. ببینید، آنچه که ما در این 16 جلسه دیدیم با محوریت کتاب تبارشناسی اخلاق، من البته همه فقرات کتاب رو به بحث نگذاشتم، اما کوشیدم امهات فصول سگانه کتاب رو صورت بندی کنم و دربارش سخن بگم و احیانا ذیل مفاهیم فلسفی چنان که در دیسیپلین فلسفی اخلاق معاصر آمده است صورت بندی کنم و اونها رو توضیح بدهم. میشه این چنین گفت و توضیح داد که فصل مشترک بحث ما راجع به مقوله اخلاق به روایت نیچه اینه که نیچه کارش و کندوکاوش پدیدارشناسانه و تبارشناسانه و تاریخیه. اینو به تفصیل در این جلسات دیدیم، توضیحی که راجع به تطور معانی مثل معنای گناه یا معنای زهد یا امثله میداد، تبارشناسانه داره به این امور نگاه میکنه. و همونطور که دو نوبت پیش هم اشاره کردم، اگر کانت اخلاق رو به عرش می برد، به یه معنا نیچه اخلاق رو به فرش آورده و زمینی کرده و کوشیده توضیح بده که چگونه در درازنای تاریخ تطور و تحولی یافتن مفاهیم اخلاقی.
این همچنان سر جای خودشه، اون بصیرت اولیه سخنان نیچه است. در این حال وقتی که کار تبارشناسانه نیچه رو پی میگیریم، میبینیم که او توضیح میده که در شکلگیری کنونی درک ما از اخلاق، میراث مسیحیت و یونانیت در آن ریزش کرده و اگر ما میخواهیم سخنی نو بگوییم و نظام اخلاقی نوینی برسازیم، باید این میراث رو کنار بنهیم و بعد از ابر انسان سخن. خب اینجاست که اون وقت اون قرائت دومی که من ذکر کردم در کنار اون قرائت اول سر بر می آورد. در قرائت اول این است که به هر قیمتی ابر انسان سر بر می آورد و او معطوف به استیلای بر دیگران پیشه کردن است، مستولی شدن بر دیگران است، برای اینکه یه تمدن جدیدی به توضیح که عرض کردم شکل بگیره. این اون ابر انسان نیچه است که اراده معطوف به قدرت داره، will to power، و این will to power یا اخلاق سروران به دیگران معطوفه، انسانهای گوشت و پوست و خوندار پیرامونی در وهله اول. این خب همون روندی است که آمده و سبقه انقلابی داره، یعنی دست رد به اخلاق تاریخی میزنه و این چنین در باب اخلاق میاندیشه. در روایت دوم که من باهاش همدلترم و گفتم به نظرم بصیرت فلسفی بیشتری داره، همچنان نگاه اخلاقی نیچه رولوشنریه، انقلابیه، دست رد میزنه به یونانیت و مسیحیت. اما چنان که عرض کردم سبقه سابجکتیوش پررنگ تره، یعنی معطوف به این است که دخل و تصرفهای در درون ابتداءن باید شکل بگیره، سلف اکچوالیزیشنی بشه، اندیویجویشنی بشه، فرد برای خودش نظام اخلاقی نوینی درفکنه و برسازه، تا از طریق آن اون وقت ما راجع به اخلاق سروران اون وقت سخن میگیم. یعنی اگر جامعه متشکل از سرورهای مختلف شد، سرورهایی که علیه خود قیام کرده اند، طغیان کرده اند، نظام اخلاقی نوینی برساخته اند، اون وقت حالا راجع به این مناسبات و روابط باید سخن گفت. خب آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، اگر خاطرتون باشه من توی جلسات میانی که بحث میکردم گفتم به لسان کانتی و تلقی فیلسوفانه او، وقتی که راجع به اخلاق و زیستن اخلاقی سخن میگیم، او خب همونطور که در باب معرفت نسبت به جهان پیرامون میگفت که ما یک شروط استعلایی رو باید لحاظ بکنیم تا اساساً بتونیم توضیح بدیم چرا معرفت ما به جهان پیرامون امکان پذیره، چرا اساساً این جهان شناختنیه، کی گفته شناختنیه. بعد او از شروط استعلایی Transcendental Conditions یاد میکرد و میگفت چون این شروط رو ما لحاظ میکنیم میتونیم بگیم جهان شناختنیه. بر همین سیاق هم راجع به اخلاقش سخن میگفت و خب اخلاقی که ناظر به جهان پدیداری نیست و عرض میشود که امر مطلق از مقوماتشه و به هر حال به این جهان کنونی و پیرامونی ما نیست، بلکه معطوف به عالم نومنه از منظر او و البته قرص و قایم و امر مطلق. حالا بر همین سیاق من سعی کردم توضیح بدم که ما شروط استعلایی که نیچه میخواد اونها رو بگیم لحاظ بکنه، که یا ما در مقام ریدینگمون از نیچه، روایت قرائتمون از نیچه، که اونها رو باید لحاظ کرد، امر نرمتیو باید، تا از یه نظام اخلاقی بدیل سخن بگیم چیه. حالا که به انتهای این دوره رسیده ایم و نیچه خلاق و پویا رو در مجموع برکشیده ایم در قیاس با نیچه ویرانگر، دست کم ترجیح من اینه، اون وقت میشه فهمید که یکی از اون شروط استعلایی برای برساختن نظام اخلاقی بدیل همین سلف اکچوالیزیشن و اندیویجویشن. اینجوری بگم، یعنی که اگر این روایت رو برگیریم، برخلاف لویناس که اخلاقش با برکشیدن دیگری آغاز میشه و انسان گوشت و پوست و خوندار و مفهوم چهره او، نظام اخلاقی بدیلی که مد نظر نیچه است با عطف نظر کردن به خود و سوژه آغاز میشه. به همین خاطرم گفتم شاید سبقه روانشناختیش پررنگتر از اخلاق باشه، چون در این تلقی دوم از نیچه آنچه محوریت داره سلف اکچوالیزیشنه،
ایندیویدویشنه، خود رو به فعلیت رساندن است، پارسایی رو آری گفتن به زندگی به معانی که دیده این رو برکشیدن است. این امور اولا سبقه اخلاقی نداره، نمیگم غیر اخلاقیه، نمیگم ضد اخلاقیه، سبقه سابجکتیو و شخصی داره و معطوف به فلاریشینگ شخصیه، شکوفایی شخصیه. به این معنا اون وقت تلقی نیچه، یعنی روایت دوم از نیچه، سبقه سابجکتیو پررنگ تری داره، خیلی پررنگ تر، و سراغ گرفتن از سلف اکچوالیزیشن و ایندیویدویشن یکی از اون شروطیه که پیدایی نظام اخلاقی رو اساسا متصور میکنه. و به این معنا اون وقت اگر در روزگار کنونی نظام اخلاقی بدیلی میخواد ساخته بشه، چون در یکی از جلسات هم به تفصیل آوردم که کارهای نیچه، الان هم نرز میکنم، از جنس متاس، یه متا نراتیو راجع به اخلاق، نه اینکه در کنار یکی از نظریات اخلاقی موجود مینشینه. یعنی اگر ما فایده گرایی و وظیفه گرایی و فضیلت گرایی داریم، نیچه نه اینکه اومده یه مکتب اخلاقی چهارمی آورده در فیلد و حوزه نورماتیو اتیک، نه، یه سطح متا فراییه، داره از یک نظام اخلاقی متصور و بدیلی یاد میکنه، یه متا نراتیو داره به دست میده. به همین خاطرم از شروط اصطلاحی سخن میگم. باری در آن نظام اخلاقی بدیل که از شروطش نیچه یاد میکنه، اگر ما نیچه خلاق و پویا رو برکشیم، اون وقت سلف اکچوالیزیشن و ایندیویدویشن یکی از اون شروطن که باید باشن تا بعد مبتنی بران یه نظام اخلاقی شکل بگیره. به این معناست که اون وقت برخلاف لویناس، اگر ما نگاه بکنیم که اخلاق رو با دیگری میشناخت و میشناسان، نیچه معطوف به خود، نیچه روایت خلاق و ویرانگر، و از اینجاها آغاز میکنه. بعد البته اگر سروری پدید آمد و اخلاق سرورانهی مبتنی بران ساخته شد یا بخواهد ساخته شود، خب معطوف به مناسبات اجتماعیه و نوع مناسباتی که میان سروران باید لحاظ بشه. امیدوارم توضیحاتی که ذکر کردم مکمل و عرض میشود مؤید آن چیزی باشه که نوبت پیشین هم، البته هیچ نه به این تفصیل، اما اشاراتی کردم، و همچنین جمع‌بندی من از این سلسله مباحث در باب اخلاق نیچه رو به دست داده باشه. نیچه فیلسوف تحلیلی نبود، با مقولات و مفاهیمی که فیلسوفان اخلاق تحلیلی کار داشتن و دارن نه آشنا بود لزوماً، و چون هنوز در دوران نضج و شکلگیری بود فلسفه تحلیلی اواخر قرن 19، من خوشش می اومد قاعدتاً با عنایت به بدیگیری‌هایی که به نژاد آنگلوساکسون گفته. اما آنچه که من کوشیدم چه در جلسه آخر و چه در کل این جلسات ریدینگی از اخلاق شناسی نیچه به دست بدهم، هم وام کردن اون ابزار مفهومی بود و هم گشوده نگریستن به تکست نیچه و هم گذاشتن این تکست در کانتکست و مد نظر قرار دادن زمینه و زمانه پیدایی نیچه و تفکیک این دو روایت از نیچه، روایت ویرانگر و روایت خلاق و پویا از نیچه، و با لحاظ کردن همه اینها احیانا از شروطی که یک نظام اخلاقی بدیل به روایت نیچه رو میتونه صورت بندی بکنه یا درباره سخن بگد رو بگوید رو به دست دادم. از توجه عزیزان سپاسگزارم. احیانا اگر پرسشی، ملاحظه‌ای راجع به عرایض امروز من و توسعاً در مقام قیاس با آنچه که در جلسات پیشین آمده و به بحث گذاشته شده، مشتاقم که بشنوم و پس از آن بحث امروز و این پرونده نیچه شناسی رو ببندیم. و سلام. دفعه میخوام دکتر فقط در تایید این صحبت های شما بگم که بعضی از صاحب نظران به موضوع به حساب زبان ایرادی که میگیرن اینه که هر کسی یه مطلبی رو که میشنوه در کانتکست خودش اون مطلب رو میفهمه، که این کانتکست حالا بستگی به گذشته‌ای که داشته، اتفاقاتی که در زندگی افتاده براش و
سطح فکرش و چیزای دیگه داره. این مسئله که افراد مختلف از نیچه به حساب برداشتهای مختلفی هم کردن مربوط به همین کانتکست است. به عنوان مثال، مثلا اگه من برم با یک کوزه از یه رودخونه آب بیارم، ایشون داره با یک سطح آب بیاره، آب من شکل کوزه رو به خودش میگیره، آب ایشون شکل سطح رو به خودش میگیره، یعنی به اون کانتکست وقت داره. پس اینجا بعدا یه روانشناس اومد اینو در مورد فروید هم گفت که صحبت‌های فروید رو مردم بعد متوجه شدن و از نظر خودش اون رو تفسیر کرد. بله، راجع به یونگ اگر یا اون توضیح که دادم در باب سلف اکچوالیزیشن و اندیویدویشن هم اگه نکته‌ای دارید و اینکه اگر ما نیچه رو این چنین بخوانیم چقدر تبار اون مباحث روانکاوانه و روانشناسانه به این معنا نیچه‌ای میشه، اگر نیچه‌ای خلاق و پویا رو مد نظر قرار بدیم نه نیچه‌ای رو ویرانگر. همچنین خودتون فرمودید اینجا مشترک میشه بین مازلو و یونگ و نیچه، مطابق هر کدوم با زبان خودشون گفتن، ولی در نهایت همون انسان به حساب پویا و همون انسان خودساخته مد نظرشونه. بله، یعنی با اینکه نیچه قبل از اینکه تئوری مازلو و یونگ بیاد این مسئله رو گفته، خیلی جالب با اونا همخونی داره. بله بله، یعنی اگه این روایت رو برگیریم که گفتم قائلانی داره. بله، قاعدتا اگر از کسی مثل یالوم هم بپرسیم که خب خود او هم روانشناس مشهوری است و صاحب رأی و مکتب، او هم قاعدتا نباید منکر این قصه باشه که روانکاوان و روانشناسان برجسته قرن بیستم به این معنا تحت تاثیر نیچه هم بودن. یعنی این ایده رو که سلف اکچوالیزیشن و اینکه فرد باید خودش در وهله نخست پتانسیل‌های خودش رو به منصه ظهور برسانه و نقش خودش رو بر صحیفه هستی بزنه، اگر این باشه خب این با بالاخره قرابتی داره، نمیگم عیناً مثل حرفای یونگ و مازلوه، اما قرابت قابل تأملی داره. اصلا خود فروید هم همونطور که خودتون گفتین تحت تأثیر شوپنهاور و نیچه بوده دیگه. بله بله همطور. خب آقای مهندس شما بفهمید. با عنایت به آنچه که خودتون حالا، یعنی اگر باشه، البته یه بحثش بحث تکستوال و به اصطلاح متن شناسانه است و یه بحثم بحث مفهومی و صورتبندی نظری آنه. اگر این دوتا روایت رو مد نظر قرار بدیم خب میشه دو جور خواند نیچه رو، درسته؟ بله، یعنی این دو جور خواندنی که به هر حال میشه فهمید اون نظام اخلاقیش از کجاها سر برآورده یا چه جوری میشه اون رو صورت بندی کرد اگر این باشه. و گفتم این با فیلسوف، یعنی با نیچه فیلسوف قرابت بیشتری داره. حالا نه اینکه ما فیلسوفان فاشیست یا کسانی که تئوریزه کنن فاشیسم سیاسی رو نداشته ایم، داشته ایم، چرا؟ مخصوصا در قرن بیستم بالاخره کارل شمیت و اینا همین رو سعی کرده اند تئوریزه کنن، که یعنی همون تعبیر، حالا من ساده شدهش رو میگم، قطعا بحثای اونا قنا و پیچیدگی بیشتری داره، همون تعبیری که الحق لمن غلب، یعنی اونی که زور داره به هر حال پیروزه و از منظر او باید نگاه کرد. و شمیت به همین معنا به مقوله پاور نگاه میکرد و دربارش سخن میگفت. به همین خاطر بودن کسانی که از این منظر سخن گفتن، اما اونقدر که من میفهمم ژرف اندیشی فلسفی یا مانایی بیشتر رو اگر بخوایم در آثار نیچه سراغ بگیریم، کمان که خب انصافا هم بوده، یعنی این همه منشأ اثر بوده و درباره‌اش سخن گفته شده است و زندگی شخصی او، اینم نکته مهمیه، اگر زندگی شخصی او رو هم مد نظر قرار بدیم، فکر میکنم دست کم قرائت دوم، یعنی نیچه خلاق و پویا، دست کم اکسپلینیتوری پاور و قدرت تبیینی و قدرت توجیهی بالایی داره. میدونید، حالا سخن من اینجا رسید این رو عرض بکنم، شما فرض بفرمایید که نیچه رو از این حیث و زندگیش رو با زندگی هایدگر قیاس بکنید، خب خیلی قابل تأمله. هایدگر به هر حال رئیس دانشگاه فرایبورگ شد، دانشجویان یهودی رو یه برهه‌ای بود اینا رو به اس اس و نازی‌ها گزارش می‌کرد، اینا دیگه شواهد داکیومنتده.
و خصوصا چندی پیش که یک کتابی منتشر شد خیلی سر صدا کرد تحت عنوان کتاب سیاه، یا الان خاطرم نیست، من گزارشش رو خوندم، که ایده های یهودی ستیزانه هایدگر رو نشون میداد، نقل قول هایی از او آورده بودند. به هر حال اینا نکاتیه توش. یا اون موقع که یاسپرس رو از می شود که او هم فیلسوف اگزیستانسیالیست نیمه قرن بیستون بود، با هم ملاقاتی داشتن، خب چنان که در کاری از منابع آمده با زن او دست نداد هایدگر، برای اینکه زن او یهودی بود و همین قصه هم خیلی بر یاسپرس گران آمد، در بارش نوشتن. همه اینها رو که کنار هم میذاریم میشه فهمید که خب به هر حال خود او هم یه ایده‌ای یا چیزی داشته، یا دست کم زندگی شخصی او مؤید این نوع حال و هواهای او بوده، ولو برای برهه‌ای، چون برخی از هایدگر پژوهان هم گفتن که بعدها پشیمان شد هایدگر و دیگه از همراهی با دولت هیتلری و فاشیسم و نازیسم دست کشید، یا هرچه که بود دیگه دیس اسوشییت شد، گفتن این رو ادعی، اما به هر حال یه برهه‌ای که کاملا همدل بود و فکر میکرد که حالا مطابق با نظام فلسفی او مجالی شده است برای بروز و ظهور نحوه دیگری از وجود، مود آف بینگ و مزامینی از این دست. اما زندگی شخصی نیچه که از همه اینها آریه، یعنی او در نیمه دوم قرن 19 هم زندگی میکرد، عمر بلندی هم نداشت و چنان که اشاره کردم نه یهود ستیز بود نه نجات پرست بود هیچ کدوم اینها. به هر حال به ما میگه که ویل تو پاور رو میشه این چنین فهمید. در این حال این نکته البته مهمه، نگاه او با اخلاق خیلی زمینی بود، من این هیچ جای تردید نداره، و بعدم مسئله اون نهیلیزم هم بود، این رو امروز من مشخصا تأکید کردم، هفته پیش هم اشاره کردم، یعنی او در مقام این بود که انسانی که در این مغاک گرفتار آمده بر اثر مدرنیزاسیون، بر اثر دنیایی که به قول وبر در چنبره دنیای رازدادایی شده گرفتار آمده، حالا چیکار بکنه برای اینکه این نیلیزم رو پس بزنه. اینجاست که او از ایده عرض می شود که ابر انسان یاد میکنه، ابر انسانی که هم نسبت به گذشتش طغیان میکنه و هم خلاقانه نقش خودش رو میخواد بزنه و تو خلق بکنه. به این معنا میشه خب این روایت رو در بارش تأمل بیشتری کرد. اگر کتاب آسیا در برابر غرب داریوش شایگان رو هم خوانده باشید، اون چپتری که راجع به نهیلیزم صحبت میکنه و به آثار پاری از متفکران غربی که در نقد و ذم نهیلیزم سخن گفتن اشاره میکنه، خب به نیچه هم پرداخته است. البته این رو هم بگم، نیچه با سازوکار دموکراتیک هم هیچ بر سر مهر نبود، اما نه اینکه فاشیست بود، یعنی شاید بیشتر دموکراسی رو و نمایندگانش رو آدم‌های میان توهی و میان مایه می‌دید. این بخش از سخنان او هم جای نقد جدی داره به نظرم، یعنی نظام آلترناتیو بهتری ما دست کم تا حالا نداشته این و نداریم، اما خیلی فرق با میان کسی که خب چون سروران رو، والا تباران رو، نیکان رو، یادتون هست در این جلسات بارها این تعابیر رو نیچه به کار می‌برد، برمی‌کشه و روی خوشی چندان به انسان‌های متوسط نداره و میخواد منبع و مخزن نوینی برای خلق ارزش‌ها بسازه، تا کسی که نه آشکارا داره فاشیسم رو به مثابه نظام سیاسی بدیل برمی‌کشه. او نه، چون با میان مایگان بر سر مهر نبود، سازوکار دموکراتیک رو هم که در خور متوسطان میدید چندان بر نمی‌کشید. او بیشتر راجع به نخبگان سخن می‌گفت. و البته میشه اینم یه نقدی باشه، شما بگید که نهایتا همه اینها که تو میگی، اینم یه نقد قابل تأملیه حتی به نیچه خلاق و پویا، که خب جهان مگه پر از خلاقانه؟ جهان مگه پر از نخبگان یا سرورانه؟ به همین معنا، نه به معنای سیاسیش. نه، اینم یه نقد حالا آسیب، نقد جامعه شناختیه که بگیم خب دنیا رو که متوسطان پر کرده ان تا قرن 19 همی که تو بودی و الانی هم که قرن 21، مگه خلاقان و سروران و نیکان دست بالا رو در دنیا داشتن؟ به لحاظ سیاسی نه، به لحاظ دماغی، به لحاظ تجربه زیسته، هوش، اراده معطوف به تغییر،
تو این تصویر دوم اخلاق، یعنی تو اون تصویر نیچه خلاق، این اراده معطوف به قدرت باز معطوف به تغییر در وهله نخست، یعنی نه معطوف به احراز و چنگ آوردن قدرت سیاسیه، معطوف به تغییر از درون در وهله نخست. و بعد اون آدم تبدیل مزاج یافته خب یه سروریه، خب شما سرورید، امر سرور، زید سرور، اینا سروران دنیا رو میسازن تو این تصویر، نه اون دیکتاتوری که ازش یاد کردیم. اما با همه این احوال خب این رو هم میشه گفت جناب نیچه که خب این سروران میشه دست بالا رو در دنیا پیدا کنن، یعنی به لحاظ دموگرافیک، به لحاظ بیولوژیک و عرض میشود که پراکندگی جمعیت و خصوصیات زیست شناختی آدمیان، یا نه همیشه نخبگان بودن. اصلا خود تعبیر نخبه هم یا الیت هم همین رو نشون میده. خب اگر این باشه، اون وقت چه انتظاری از متوسطان باید داشت؟ یا سخنان شما چه نسبتی با عموم متوسطان داره که جهان رو پر کرده اند و عرض میشود که دنیا بر اون پاشنه میچرخه؟ اینا نقدهایی است که در جای خود به نظرم به نیچه وارده، نیچه عرض میشود که روایت دوم. اما خب حالا ممکنه او هم بگه که کاروبار فلسفی اصلا یه کار نخبه‌گرایانه است، اما من راجع به این آدمهایی که دارن میان سخن میگم و به نظرم این آدمیان آدمیان جدیتری هستند و در صحنه روزگار مهمتر. باری امیدوارم داوری و روایت من جامع الاطراف بوده باشد و دوستان از منظرهای مختلف به میراث نیچه با عنایت به نکات متعددی که من آوردم و استشهادات مبسوطی که به هم آثار او هم آثاری که راجع به او نوشته شده آوردم، این تصویر و تلقی امیدوارم منصفانه و جامع الاطراف رو داشته باشد. به هر حال گفتم در جلسات نخست هم که بیهوده سخن بدین درازی نبود. آدمی با این حجم از تأثیر در پسینیان خود حتما بارقه هایی از نبوغ داشته است و سخنان شنیدنی بسیار، و در این حال خب نقده هایی هم که می شود کرد و به نظرم پاری از اون نقده ها هم وارده و بزرگان رو هم باید در بصیرت ها و اخگرهایی که در انداخته اند بیشتر سراغ گرفت و دید. و اگر این روایتی که من ذکر کردم، یعنی تأثیر پذیری فروید و به اقتفای او یون و مازلو و پاره دیگر از روانکاوان و روانشناسان در قرن بیستم از نیچه درست باشه که قریب به یقین این چنین بوده، خب میشه فهمید که از نقاط قوت او دیگران چه بهره‌هایی برده اند و به اقتفای او گام زده اند و به پیش رفته اند. خب اگر شما هم ملاحظه دارید بفرمایید. و دیگر دوستان، بله؟ نکته ای ندارید شما؟ بله، خیلی خوب. خب ممنونم از نکته سنجی های عزیزان. گفت که به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. امیدوارم حال که این دوره فلسفه نیچه به انتها رسیده است، با قدری فاصله به سبب اشتغالات دیگری که من دارم، از چند هفته بعد دوره فلسفه دیگری رو آغاز بکنیم. به احتمال قریب به یقین من فلسفه هانا آرنت رو در دستور کار قرار بدهم. قرار بود به راسل بپردازیم، اما چند سبب داره این رو هم به عنوان حسن ختام عرض بکنم. یکی این که خب اولا هانا آرنت یه فیلسوف زنه و همه فیلسوفانی که تا کنون ما بحث کرده این مرد بوده اند. هانا آرنت شاید جدیترین و مهمترین فیلسوف زنه قرن بیستم باشه. این نکته اول. نکته دوم این که ایده های او با وضعیت اینجا و اکنون ما، یعنی آنچه که در خاورمیانه میگذرد عموما و در کشور ما ایران خصوصا نسبتی داره. او راجع به امر سیاسی و اینکه تمامیت خواهی چه اقتضائاتی داره و کجاهاست که این ایده ها شکل میگیره و سر برمی آورد، نکته های خیلی خوبی
گفته است، از جمله فیلسوفان بختیار هم بوده که مثل نیچه آثارش به فارسی ترجمه های خوبی عموما شده است. من یا یکی از آثار هانا آرنت رو یا یکی از کتاب هایی که راجع به آرنت نوشته شده است رو به عنوان تکستبوک درسی قرار میدهم، انشاءالله اعلام میکنم به زودی. این هم سبب دوم. سبب سوم این که آرنت به هر حال متعلق به سنت فلسفه قارعیه در تقسیم بندی کلان میان فلسفه تحلیلی و فلسفه قارعی، و خب چون من هم خودم درس خوانده فلسفه تحلیلی هم، هم به تفصیل راجع به فیلسوفان تحلیلی و سنت تحلیلی سخن گفتم و نوشتم، پس از پرداختن به شوپنهاور و نیچه که دو فیلسوف بزرگ سنت قاره‌ای هستند یا دو فیلسوفی که با این سنت بیشتر شناخته می شوند، خوش دارم که به فیلسوف دیگری هم بپردازم تا این از سه تا، بعد به سر وقت راسل اگر عمری باشه برویم. خب آرنت شاگرد و معشوقه هایدگر هم بود و یهودی بود، متناسب با بحثی که امروز هم کردیم. زندگی پرتلاطمی هم داشت، فرار کرد روزگاری که هیتلر و ارتش نازیسم سلطه یافته بود و رفت سالها در امریکا ساکن شد. اونجاها بود که آثار ناب خودش رو منتشر کرد. یکی از کارهای ماندگار آرنت علاوه بر ریشه های توتالیتاریزم که بهش خواهیم پرداخت عنوان کار مهم اوست، یکی از نقش های ماندگاری که ایفا کرده در کسوت خبرنگار و روزنامه نگار نشریه نیویورکر، گزارش هایی است که از جلسات دادگاه آیشمن در اسرائیل نوشته. من در دوره‌ای که دو سال پیش راجع به فلسفه کانت داشتیم اشاراتی کردم به روایت آرنت از اون سلسله جلسات، اما بنا دارم در این دوره به تفصیل به اون بپردازم. خیلی سند ماندگاریه. خب میدونید آیشمن پس از اینکه فرو پاشید نظام هیتلری فرار کرد. در جمله کسانی بود که توانست فرار بکنه وقتی هیتلر و گوبلز و دیگران خودکشی کردن. رفت و چند سالی در آرژانتین بود اونجا. بعد موساد اون رو طی یک عملیاتی آدم ربایی دزدیدن و آوردن به اسرائیل کنونی و در اورشلیم اون رو محاکمه کردن و بعد البته اعدام نمودن. خب جلسات محاکمه او خیلی بحث برانگیز بود. به عنوان روزنامه‌نگار نشریه نیویورکر، کسی که خب خود او یهودی بوده و از اروپا گریخته و فیلسوف بوده در این حال، او شرکت میکنه در جلسات از میشود آیشمن و کتاب آیشمن در اورشلیم رو بعد از آن مینویسه و منتشر میکنه. خیلی نکته ها داره، هم توضیحات فلسفی میده هم بحث های جامعه شناختی سیاسی میکنه در اونجا که چی شد یه موجودی مثل آیشمن تولید شد. آیشمنی که ظاهراً فساد اخلاقی و مالی هم نداشته چنان که اونجا هم میگه، اما کاملاً دستگاه یعنی ماشین آدم کشی بوده و جواز کشتار هزاران هزار یهودی رو صادر کرده بوده. اینو بحث میکنه که چی شد آیشمن به دنیا ببخشید متولد شد و اون وقت توضیح میده مطابق با آرای فلسفه خودش. اینم یکی از اسبابی است که به نظرم این کورس و دوره رو جذابتر میکنه و چنان که عرض کردم با وضعیت کنونی ما چه در داخل کشور چه در اوضاع و احوال بین المللی هم بی نسبت نیست. انشاءالله فکر میکنم از چند هفته دیگه این کورس آغاز بشه، اعلام میکنم و مشتاقم که باز هم در خدمت عزیزان باشم و از نکته سنجی های شما استفاده بکنم. وقت همگی بخیر.